جنس زن احترام خاصی من قائلم، نه از این جهت که زن قشنگ، از این جهت که زن خیلی بابا و این موجود به علت ضعف جسمیش از مرد عقب افتاده. مرد اینو زده گفت اونجا باید بری بشین که دوان آقا بخونی پخت و پز بکنی، این دستمال کسی به منه بشون، من آقا هستم، این چه گناهی داره؟ بعدم شاعرها و نویسنده ها و گویندشون بگیرم که بله ما زنا دقت میکنن، زن و اجده ها مرده در خاک به مسخرش هم بکنن، هر هر کار زشت رو بگن زنانه هست، هر کار رو بگن مردانه هست. تو غلط کردی مرد، تو خاک به سرت که به مادرها جسارت میکنی. من رو میخوام اینا باسواد بشن، حق خودشون رو بخوان معلم بشن، مردها نمیدونی رو بیدن، زنان مادرهاشون رو کمک کنن، پسرها رو میبرستن. تا حالا پسر به پدر کمک میکرد، دختر به مادر. از وقتی که من مدرسه باز کردم دیدم کار پسرانم دخترها باید بکن، رفتم دیدم هیزون پسر میزدی که با دختر نمیدیم کوره کرده هیزون، گفتم چطور شده؟ گفت آخه از وقتی که برادرم معلم مؤثر شده مدرسه میره من رفتم تو مدرسه دادی بیدار قهر کردم، قهر میکردم، مدرسه میبستم تا با بدبختی دخترها رو وارد مدرسه کردم. در حدود 700-800 نفرشون رو هم معلم کردم، چندین نفر رو به لیسانس رسوندم. عرض کنم خدمتتون یک عدهشون رو به مامایی بردم. اشعیا در اون زمان یه حالا حالت بگم فراموش شده بودن، مخصوصا مناطق ما، یه منطقه بود محروم، نه جاده بود، نه آبلوله کشی بود، نه برق بود، نه گاز بود، هیچی از این چیزا رو نبود و نداشتن این چیزا رو. واقعا مردم با یه نونه بخوره نمیری که یه کشاورزی میکردن، حالا بارون بیاد این یه محصول خوب بده به اندازه فقط خوردن خودشون، خوراک خودشون. این بود که چون ما هم از خود این جامعه و از خود این مردم بودیم، در اونا رو حس میکردیم، در نتیجه تا آخرین لحظه و آخرین ساعت روز، حتی بعضی وقتا شب اگر لازم بود کار میکردیم. بچه هم علاقه داشتن، بچه های اشعری هم بچه های بسیار مستعدی بودن. در ضمن معلم اشعری کارشون چون با نمایش همزمان بود، کارشون بیشتر به صورت نمایشی، به صورت توری نبود که بچه ها یاد بدن، عملا یاد میدادن، خیلی راحت بچه ها استقبال میکردن و خیلی راحت یاد میگرفتن. مثلا اگر از پدر من میپرسید چند تا بچه داری، فقط پسراشون بود، میگفت چهار تا بچه دارم، چهار تا بچه دارم، مثلا دو تا دختر، دختر جز بچه نمیدونستن، اسمش نمیدونن، الان هم یک کمی هست، ولی این اصل جوانمون البته فرق کرده. خب شما ببینید در بین مناطقی که دختر جز بچه نباشه، دختر اسمش نرسه، آقای بنبگی چنان عزت و احترامی به دخترها و به زنها بخشید واقعا که اینا ده همسن و با مردان میدونست و واقعا هم یعنی به عینه عملا نشون میداد، نه که شعار میداد، عملا عملا نشون داد که نه شما دخترای من هیچ فرقی با پسرای من ندارید و میدان به ما داد. ما کار کردیم، تلاش کردیم و هیچی هم به خود هم در کلاسامون، در درسمون، در تحصیلمون هیچ از مردا هم کم نیوردیم. چون اگر آقای بهنبگی نبودن و دخترها مدرسه نمیرفتن، وضعیت ما اشعاری ها غیر از این بود که الان هست. جناب آقای بهمن‌بگی به نظر من در سه عرصه خدمتگزار جامعه بودن. چهره خدوم ایشان در یک عرصه خدمتگزاری به نسل گذشته اشایر، عرصه دوم خدمت ایشون خدمت ماندگار
و عظیم ایشون به آموزش و پرورش عشایر است. و عرصه سوم خدمت جناب آقای بهمن بگی خدمتی است که به فرهنگ کردند به عنوان یک نویسنده و یک محقق و پژوهشگر. گاهی احساس چنان سرکش و اوج گیرنده است که کلمه از عهده بیانون بر نمیاد. من امروز غرق شادی هستم، غرق امید هستم و به این نتیجه رسیدم که مردم ایران، بزرگان ایران، بزرگان فارس، مردم عشایر قدر خدمت رو میدونن و تا زمانی که خدمت قدردانی نشه، وفا نشه به خدمت، خدمت از میان میره. واقعا ممنونم، واقعا سپاسگزارم، واقعا امیدوارم از جماعت هنرمند، از بزرگانی که اینجا به من لطف کردن، لطف مبالغ آمیز جناب سازگار نژاد. من دیگه بچه های خودم رو نمیتونم جناب بگم، آقای اکبری، آقای برخورداری و دیگران معذرت میخوام. از همه از صمیم قلب تشکر میکنم و در این سه سال دیگه بیش از این طاقت گفتار رو دارم ندارم. من واقعا در کار نویسندگی باید بگم کوتاهی کردم، یعنی در اون زمانهایی که ذوق من در اوجش بوده بدون شک و خیلی بهتر میتونستم بنویسم، من گرفتار مستان بودم و از این بابت خیلی مفتخرم. من را الان کسی به من بگه مربی هستی یا نویسنده، من میگم من مربی. شانسی بود چه قدرتی منو واداشت من از همه چی ببرم تو این بیابونا، تو این دیگه تقلاهای من رو باید خود من نمیتونم بگم، چشمم رو، پام رو، زندگیم رو، همه چیز رو در این راه الحمدلله گذاشتم و به نتایجی رسیدم. حالا شما اینو نمیپسندید، کسی رو دوست می‌دارید که جگوار سوار بشه و یواشکی راجع به چه گوار هم صحبت بکنه بودی که من مرمی. در کتاب مقدس آمده است آن که دوباره متولد نشود ملکوت خداوند را نخواهد دید. اینک در برابر انسانی نشسته این که تولد دوباره بسیاری را رقم زده است. برخیزیم و کلام دیگری آغاز کنیم.